بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه 18 آبان ماه 1397 و برابر است با 9 نوامبر سال 2018 میلادی. امروز روز خوبی هست، ساعت 2:30. سعی میکنم که با خانم دکتر نسترن زونوسی چند دقیقه ای صحبت کنم، بعد ساعت 3 با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود و امروز ساعت 4 با خانم مینا احدی از آلمان خواهیم بود تا از ایشون درباره حزب کمونیست کارگری و اون جنبش نه به اعدام و جنبش اکس مسلم، یعنی کسانی که قبلا مسلمان بودن و نمیخوان باشن. آقای عزیزان میگه امام زمان از دست آخوندها متواری شده است. لایو یوتیوب ویدیو اند آدیو آل گود. ممنون و متشکرم. امشب دوستان میریم شب دورهمی تا اونجا بشینیم یکم تخته بازی کنیم. من خیلی ورق خوشم نمیاد، یعنی بلد نیستم خوشم نمیاد، ولی این تخته میگن بد نیست، یه مقداری مغزت رو به کار میندازه، مخصوصا وقتی که ببینی اون طرف مقابل اشتباه میکنه یه حرکتی و شما خیلی خوشحال میشین. به همین خاطر من وقتی میرم اونجا با یکی دو نفر معمولا تخته بازی میکنم و دو بار تا حالا رفتم. امشبم فرصتی پیش آمد که بریم. خیلی از این بابت خوشحالم، ممنونم از افرادی مثل آقای شبستری و دوستان دیگه‌ای که با حرکت‌های خیلی ساده قدم بزرگی در راه به اصطلاح همبستگی، همراهی، نمیدونم دیگه چی اسمشو بذارم. من بارها گفتم اینجا لازم نیست شما دانشگاه بسازی نساخته از بین بری، همین که یه شب 30-40 نفر رو بتونی دور هم جمع کنی خودش کار بزرگی هست. من از این بابت از این دوستان ممنون و متشکرم. و نوشته شب دور همی فان گیمز سنگ اند لافتر، یعنی بخندید و بازی کنید و تنقلات بخورید. فرایدی نوامبر 9. حالا چرا همه اینا رو انگلیسی می نویسن اونم من نمیدونم. Friday November 9 at Pars Place، آدرسش هم نوشته 2236 خط فاصله C Gallows Road وینا ویرجینیا 22182، از 7 شب تا 10:30 شب، شب دورهمی. همراه با موسیقی و تنقلات شراب خودتان را هم می توانید بیاورید. خنده، شادی، بازی، تخته حکم رامی، پاشین بیاین، خوش میگذره. من هم گواهی میدم که خوش میگذره و من هم پا میشم هم میرم. پس اگر از ساعت 7 تا 10:30 زنگ زدین، تکست زدین، جواب ندادم، اونجا حواسم توی بازی تخته است. آقا این دوستان ایرانی خیلی تختشون خوبه، چپ و راست ما میبازیم. و اما بیاین ببینیم که در آمریکا چه خبره. آمریکا واقعا من تعجب میکنم، این قدرت وقتی تاریخ رو شما نگاه میکنی میبینی همه این دیکتاتورها، همه این امپراتورها از این قدرت و دیوانگی که قدرت بهشون میده آخر خودشون رو نابود میکنن. یعنی مثل یک تیشهی میشه که میزنن به ریشه خودشون، یا مثل یه ارهی که درخت باش کات میکنی ولی خودشون نشستن سر اون شاخه، پایین شاخه رو قطع میکنن. این ماجرای ترامپ، خب مرد شارلاتان، نامؤمن، مرد بزهکار، این همه سال کلا سر مردم گذاشتی، این همه هی ازدواج کردی، طلاق دادی، هی گفتی اون زنه بهتره، این همه رفتی زنها رو اینور اونور دستمالی کردی، حالا آخر عمری در سن 70 سالگی، 72 سالگی، این چه آتشی بود که بر خشتک خود نهادی و اینگونه داری میپری بالا و پایین. هری روز برید ببینید دیگه کم مونده بود این خبرنگار و اینا رو، ما شیرازی ها میگیم دندون بگیره، خیلی نمیگیم گاز گرفت. گاز چی؟ دندون بگیره. و
اصلا یک آدم روانی شده که نگو نپرس، و از ترس اینکه نبادا یا مبادا ژانویه سوم که این دموکرات ها میان مجلس و قسم میخورن و تشکیل میدن اینو بگیرن به اصطلاح دادگاه و نمیدونم استیزا و پدرش بسوزونن، دادستان خودش رو که فوری اخراج کرد، دادستانی که اولین کسی بود اون مردک هم حق بشه، اولین سناتوری بود که این رو قبول کرد به دلیل اینکه اینها ریشه مذهبی دارن و اینا ضد و نقیض حرف میزنن. آقای سشن، شما اگر ریشه مذهبی داری، اینکه در مذهب شما اصلا قرار نمیگیره، اینکه کلیسا نمیره، اینکه زن میگیره تجاوز میکنه طلاق میده نمیدونم با اون یکیه، با اون یکی که ادالتری میشه، یعنی یکی از ده فرمان موسی و همین دین مسیحیان همینه که وقتی این زن داره با یه زن دیگه بودن اینا، ولی اب نداره، اینا به منفعتشون که میرسه مثل مجاهدین هدف وسیله رو توجیه میکنه. بماند ترامپ رو حالا باید صبر کنیم یکی دو ماه آینده ببینیم چی میشه. امیدوارم این دموکرات ها تا به واشنگتن میرسن بی غیرت و بی همت نشن، چون این واشنگتن واقعا وقتا میگفتن به این سربازا کافور میدن تو خوراکشون که اینا تو شهرهای مختلف که هستن یه وقت خدای نکرده به کسی تجاوز نکنن و فلان اینها، و این کافور میگن وقتی کسی میخوره بیحال میشه. ما کافور برای خوردن ندیدیم، کافور برای ضد عفونی مرده ها بوده و اینها، ولی این هم یه چیزاییه که دیگه شنیدیم، حالا امیدواریم هیچ وقت ما نبینیم، لازم نداشته باشه. میگه امام زمان ایرانی دیروز برای اخذ پناهندگی به ترکیه متواری شد. محمد حسین پور معروف به دکتر سایان بعد از آن که در یک ویدیو ادعا کرد که امام زمان هست به ترکیه گریخته و از کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در آنکارا درخواست پناهندگی کرده، و در ویدیو خود وعده داده بود که مظلومان راضی از زیر ستم و از زیر ظلم و ستم آخوندی نجات بدهد، اما الان گویا خودش هم از دست همون آخوندها فرار را برقرار تاجی داده و اینک لقب امام زمان متواری را نیز با خود یدک می کشد. خب دیگه روزگار غریبی است. شما می دونید اینجا حتی توی تلویزیون های لس آنجلسی هم یه مدت مسخره می کردن که مثلا یه مجری آمده بوده بعد اینجا دختربازی اینا، بعد رفته بوده پرونده که ایشون همجنسگرا هست، یا یکی دیگه اومده بوده با دو تا بچه بعد رفته بوده گفته همجنسگرا، گفته آقا طرف حتی همجنسگرا هستی تو زن داری بچه داری. این ماجرای پناهجویی و پناهندگی هم یه چیزیه که آخوندا هم بلای به سر ایرانی ها آوردن و خود پدر سوخته هاشون میشینن اونجا قاه قاه میخندن که ببین ما این مسئله پناهجو بودن و پناهندگی رو هم چنان لوس کردیم که هیچ کس به هیچ کس اعتماد و اعتباری در این راه ندارد. و اما بریم سراغ برنامه امروز. آیا میدانید این پریروز رفتم یه کاری داشتم، باید یه سه تا پله رو باز میکردیم درست میکردیم و اینها، و یاد اون ضرب المثلی افتادم، گفت پدری به فرزندانش گفت که اگه خواستید این منزل رو بفروشید یه دیوارش رو خراب کنید دوباره بسازید، یا دو سه تا پله رو خراب کنید دوباره بسازید. کار ما تصادفاً همین پله بود، سه تا پله اشکال داشت و گفتیم به هر کی بگیم نمیاد این کار انجام بده، کار کوچیکی هست اینا، خودمون درستش میکنیم. بعض وقتا هم فکر میکنیم ما هنوز جوونیم. من از نجاری خیلی خوشم میاد، دوست دارم، چون یه حالت خلاقیت و ساختن داره. خلاصه گفتیم این که نجاری، ما یه مدت نجاری کردیم بلدیم، رفتیم این هوم دیپو، اولا چون روز بارونی بود همه وایساده بودن با هم حرف می‌زدن، معمولا اون کارگرها یا معمارا بناها اینا نیستن، رفتن دنبال کار زندگیشون حساب کتاباشون چیز کنن، کارگر مارگرها نیستن و خلوت بود. ما گفتیم به چه خوب. رفتیم دیدیم یه خانمی وایساده با یه آقایی مال یوتیوب مال هوم دیپو، دوتاشون هم لباس مخصوص پوشیدن. بهشون گفتیم که ما یه دونه از این یه دریلی ما داشتیم، یا دریل میگفتیم، دریل مته و اینها که باهاش پیچم باز میکنن پیچم میبندن اینها، این روزا به اینا میگن دریل درایور، درایور هم یعنی پیچو درایو میکنه پیچو برمیگردونه. خلاصه گفتیم که ما این سالها داشتیم الان دیگه کار نمیکنه، مرده، چارجرش مرده و دنبال این میگردیم.
گفت که اون قسمت 14، بعد خانمه گفت شایدم 13، شایدم 11، شایدم 9. حالا اینا دوتا وایسته بودن سر آیل 7. قانونا مخصوصا روزی که دو نفر وایسادن باید یکیشون فوری با شما را بیفته، اگه میدونه حتی کجاست، مثلا 14 است، به شما نگه 14 برو به درمان خدا، را بیفته همراهت اونجا، سعی کنه هم کمک کنه هم سعی کنه فروش بیشتری. مثلا شما میخوای یه دریل بخری، بهت بگه اگه این دریل 79 دلاره، ببین اگه 3 تاشو بخری بهت میدن 200 خورده، تازه 200 دلار هم بهت جایزه میدن، شما رو تشویق کنه به زیاد خریدن. دیدم این خانمه گفت 14 13 شادم 11 شادم 9. همچون که اومدم دیدم همون 9 اولین بود و خریدم و اومدم. اومدم تو را فکر میکردم که بی خود نیست، اینجا به زودی ممکنه این سرویس های اینجوری همشون اون ربات و ماشین آدم آهنی و اینها بیاد. چون امروز صبح من فردا دو جا قراره برم و پس فردام یه جای دیگه، این دوستان ایرانی هم از این آبجویی که ما میخوریم میبریم خوششون آمده، ما میبینیم دوست دارن، هر وقت میریم یه جایی میبریم. امروز دیدم که قبلا تو این توتال واین نوشته بود که براتون دیلیوری میکنیم و تا یه حدی مجانی. گفتیم خب بذار ما که نزدیکیم ببینیم مجانی میاره. بعد وقتی زدیم گفت نه آقا، آبجو خورا با تکون بخورن خودشون میاره، ما برای شراب و مشروبای گرونتر و اینا میاره. گفتیم اوکی. ولی وقتی زدم که ببینم اون آبجو یینگلینگ، اگه جاهای دیگه هستی ممکنه گیرتون نیاد، ولی تو این منطقه پنسیلوانیا، این شرق، شرق مرکزی تقریبا، نه جنوب نه شما، این جایی که اصلا اول آمریکایی‌ها اول اومدن این وسط، این ویلیامزبرگ و این واشنگتن و ویرجینیا و اینها، بعد همینجور یواش یواش مثل سرطان پخش شدن همه جا. خلاصه گفتیم بز ببینیم داره، حالا اینجا هم داره بارون میاد، ما تو بارون نریم نداشته باشه. دیدم نوشته که بله داریم، آیل 12 سمت راست. گفتم نگاه کن این ماشینه داره کار همه چی انجام میده، به من میگه هم داریم هم کجا هست. حالا اونا دو نفر حقوق بگیر، حالا ممکن اینا ساعت 12-13 دلار هم بیشتر بهشون نمیدن، ولی من یادم، من خودم تو لوز کار میکردم، اون دو هفته به شما آموزش میدن. میگه حتی اگه نمیدونی اون چیزی که این میگه چیه، اگه نمیفهمی مثلا این میگه فلان چی، اصلا اولین باره که به گوش شما رو خورده، بهش بگو که او چی هست این، هم این که میگی مثلا میگی یه پیچیه که میره تو دیوار بعد میچسبه فلان اینا، بگو آه چه جالب، همراهش را بیفت، بگو که من برم از یکی که بلده سوال کنم، اونه وردار، اونم که میاد تام همراهش را برو که یاد بگیری که یک بار وقت اینا تلف بشه. خلاصه این مطلب، این داستان طولانی، سرویس توی آمریکا مرده، از بین رفته. اینجا یکی از تبلیغاشون این بود که میگفت خدمات ما پس از فروش آغاز میشود، یعنی ما هدفمون این نیست که فقط این جنس رو به شما بندازیم پول بگیریم ولت کنیم، مثل ایران در راه چی میگن در جاده ماده ها به امید خدا و حضرت عباس و اینها. اینجا ما وقتی میفروشیم تازه سرویسمون شروع میشه، بهت وارانتی میدیم، بهت گارانتی میدیم. یک کسی هم تعریف این وارانتی و گارانتی رو برای ما بگه، وارانتی چیه، یکیش ضمانت، اون یکی دیگه چیه. خلاصه نمیدونم حالا این خوبه یا بده. یادتونه اولایی که تلفن ها اتوماتیک شده بود چقدر راحت بودیم که حالا دیگه نمیخواد یه ساعت به یه کسی که نمیدونه ما چی میگیم حرف بزنیم. یه ماشین میاد میگه درباره فلانه، میگیم یس، میگه درباره فلانه، میگیم نو. اولا که همین فشار میدادی دکمه رو، ولی الان یکی از تبلیغ ها اینه که میگه ما ماشین استفاده نمی کنیم، شما وقتی زنگ میزنید با یک انسان حقیقی صحبت میکنید. حالا شما به من بگید آیا این انسان حقیقی این فهم و شعور رو داره که یک سرویس خوبی به شما بده که شما راضی باشی، یا شما زنگ میزنی موقعی که میخوان ازت به اصطلاح نظر خواهی کنن میگی نه آقا من نمیخوام. صد رحمت به اون ماشینه، به اون ربات، اگه نفهمید میگه ساری آی دونت اندرستند، یه بار دیگه بگو، یا آپشنش عوض میکنه، به اصطلاح گزینه شما رو عوض میکنه.
از yes و no و maybe و شاید و اینها تبدیل میکنه به 1 و 2 و 3 و 4، ساده تر با شما حرف میزنه. این هم موضوعی بود که من این 2-3 روز دیدم و رسیدم به اون جایی که آقا شما اگه 3 تا پله رو خراب کنید بسازی، اصلا فکر فروش خونه، فکر اسباب کشی خونه، فکر خریدن خونه و رفتن و این چیزا از کلت میپره. بهترین دارو برای این هست. و اما ما جبرانی هفته آینده در یعنی جمعه آینده که میشه 16 در کندی سنتر، که واقعا یه جای دیدنی هست و یکی از مراکز دیدنی شهر واشنگتن هست، برنامه داره و من هم خوشحال که دارم میرم اونجا. من هر وقت که ماز جبرانی بیاد توی واشنگتن سعی میکنم، اگه از قبل میدونم که اون روز برنامه نذارم، اون روز کار نگیرم، کار ویدیو اینها، و حتما برم اونجا، چون هم آدم خوبیه، هم جوکای خوبی که میگه شما رو میخندونه، هم خنده برای سلامتیتون چیه خوب و لازمه. پس شما رو روز جمعه 16 نوامبر در کندی سنتر، به قول یکی از دوستامون سندی کنتر، میبینیم با آقای ماز جبرانی، این کمدین خوب ایرانی. و اما این اصلی ماجرا از اینجا اومد. آیا میدانید مدادهای نجاری چرا گرد نیستن؟ حتما دیدید وقتی شما میرید بعضی وقتا برای تبلیغ مداد، به ما این دریلی که خریدیم 80 دلار آقای یه تبلیغ هم مال خود همون شرکته بهمون یه مداد داد و این مدادها چارگوشه. من همیشه از خودم میپرسیدم این چرا چارگوشه. وقتی آمدم خونه زدم روی یوتیوب و نگاه کردم، میگه که مدادای چارگوش، اولا همه فکر میکنن برای اینه که نجارا بذارن پشت گوششون و این گرد باشه. من تغییری نمیبینم در حالا مداد گرد یا این چارگوش که به اصطلاح کمتر پهن، ولی میگن یکی از دلایلش هم همینه، ولی دلایل اصلیش اینه. میگه اولا مداد چارگوش اگه شما یه جایی داری کار میکنی شیب داره، وقتی میذاری قل 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 نمیره بیفته. دوم این مداده به عنوان خطکش هم میشه از استفاده کنید. طول عرضش 1/2 اینچه، زخامتش 1/4 اینچه، بعد میگه نوکش از یه نوعی ساخته شده که رو آجرهای مختلف به جای اینکه بشکنه و پرت بشه این ور اون ور میتونه خط بکشه. من دیدم ای بابا، یه مداد ساده ای رو که من و شما میبینیم و به این سادگی ازش میگذریم، ببین چند تا خاصیت، چند تا فکر مختلف شده که این مداد از اون مداد گردی که من و شما میدونیم و داشتیم حالا شده این مداد چارگوش. و بعضی چیزها رو این با این آیا میدانید میتونید پیدا کنید. اینم از مداد گرد. و اما متاسفانه اینقدر اینجا کشت و کشتار شده، اینقدر دنیا کشت و کشتار میشه که دیگه ماها بی‌حس شدیم، ماها برامون هیچ مهم نیست. پریروز وقتی من اینجا برنامه داشتم چهارشنبه ساعت شبش توی کالیفرنیا، یک بار یا یک رستورانی این چهارشنبه شبا برنامه میذاره، شب دانشجویان هست. حالا شما به من بگید دانشجویان چرا چهارشنبه شب، چرا پنجشنبه شب میرن بیرون، اون دیگه قسمتی جداست. اینو بیزینس ها برای که بیزینسشون به چرخه، مشروب ارزون تر میکنن و اینا میان اونجا کاراوکی میذارن، میگن، میخندن، بعد دیگه میشه به صورت روتین یا به صورت تکرار هفتگی. و یه عده رفتن اونجا، یک آقایی هم میگن بگی دیوانه است، چون وقتی آمریکایی شما نمیتونی بگی مسیحی سفید پوست روا، میگی باید بگی دیوانه است. این بابا این منتالی دیوانه بوده. یه آقایی که تو ارتش بوده، یه آقایی که یا عراق یا یکی از این جنگا رفته بوده، آمده اونجا اسلحه، با اسلحه 12 نفر رو کشته، که یکی از اونا پلیسی که اول اومده و خودش هم بعد کشته، و به اصطلاح الان یک مشکلی رو ایجاد کرده که شما دیگه نمیدونی، یعنی کلیسا ناامنه، رستوران ناامنه، هواپیما ناامنه، خیابون ناامنه. خیابون مثل که تو سیدنی یک دیوانه دیگه رفته با ماشین زده به مردم و بعدم چاقو در آورده 2-3 نفر زخمی، حالا نمیدونم کشته یا نه،
بذارید من اینو بذارم اینجا که صدای این ماوس ما شما را اذیت نکنه. و تشکر میکنم از آقای فرخ که اون روز دو تا پیغام گذاشته بود درباره ویدیویی که من براش فرستاده بودم به زبان ترکی بود، و در اون ویدیو میگه اینایی که پان ترکیست هستن اگر واقعا مزدور نباشن و از یه جای پول نگیرن پس حتما نادان هستن، و الا ما ترک نداریم، اینها آذری هستن، به اصطلاح زبانشون به خاطر اون حمله عثمانیان ترکی شده و الی آخر. میگه هر دوتاش یکیه، وارانتی و گارانتی فروشگاه لوز و شکست شد داره تو کانادا فروشگاهش تعطیل میکنه. فروشگاه لوز اینجا یکی یکی داره اضافه میکنه، پا به پای هوم دیپو داره میاد جلو، ولی یک فرقی این وارانتی و گارانتی داره. حالا من بعدا براتون میپرسم و به اصطلاح اینم بد نیست بدونیم، اگه دوستان دیگه مایل هستن اینو تحقیق کنن بگن که تفاوت وارانتی با گارانتی چیه. حالا من دیدم شما تو برنامه های ایرانی هم بعضی ها میگن خب حالا شما اینو میگی شما به مردم میتونید گارانتی بدید، تضمین کنید. هیچ چیزی در زندگی تضمین نیست. یه روز این آقای فیلاری گفت که یه چیزی خریده بوده و گفتنش لایف تایم وارانتی، وقتی که خراب میشه میره اونجا، گفت طرف خندید گفت خب این لایف تایمش همینقدر بوده و هیچی. خود من یک اره برقی خریده بودم، فکر کنم بهش میگن سیرکولار سا، یه اره گردی هست اینجوری، خیلی ها خطرناکه، خیلی ها انگشتشون از دست دادن. یه همسایه ما داشتیم این یه روز بریده بود، چوبو گذاشته بود روی رونش، وقتی که چوبه میبره رگ پاشم میزنه. شما میدونید این رگ پا این نزدیکترین به قلب و گوشادترین رگ گویا، این اگر نه عقلش نرسیده بود با کمربند پای خودش رو ببنده و زنگ نزده بود خواسته بود خودش بره بیمارستان، حتما مرده بود. شانس آورده بود که تلفن زنگ زده بود آمبولانس اومده بود، و شانس آورده بود که با کمربند پای خودش رو بسته بود که خون به اصطلاح نره زیاد ازش. آره این من از سیرز خریده بودم. بعد یه خانم ایرانی هم هست رشتیه، خیلی خانم شادیه، خیلی خانم هلپفولیه، کمک میکنه و اینها، و این توی سیرس کار میکنه. هر وقت من میرم از من میپرسه حالا برنامه داری؟ میگم کجا؟ بله. میگه کجا؟ میگم اینو اینو این. دوباره باز همون سوال میپرسه حالا برنامه داری؟ یه دفعه دیگه 3 ماه 6 ماه بعد میگم بله. خلاصه این وقتی رفتم اونجا، این خانمه اون روز مسئول اون قسمت بالا بود، گفتم که این دکمش خراب شده، تا میزنی تو برق همینجوری کار میکنه و خیلی خطرناکه. گفت آقا بندازش دور. گفتم این وارانتی شما به من دادید لایف تایم. گفت آقای سوربی این سیرس به خاطر همین وارانتی ها داره از بیزینس میره بیرون. یه آچاری که میفروخت میگفت لایف تایم، طرف کجش میکرد، جوشکاری میکرد، قسمتش کات میشد، میزد به برق قطع میشد فلان اینا، میآورد میداد یه نو میگیره. خب هی بیان بدن یه نو بگیرن که و دیدیم که حالا سیرس داره از بیزینس میره بیرون. این ماجرای از بیزینس رفتن بیرون، بعض وقتا بیزینس فیزیکلیشون میره بیرون، مثلا اینجا اگر یه محلی داره باید اجاره بده، کارمند بیاد فلان، ولی اون اون بیزینس هایی که روی آنلاین هست و اون بیزینس که از ویرهاوس های بزرگ به اصطلاح دیگه سیلزمن اینا احتیاج نداره، اونا همچنان کار میکنن. آقای خوشنودی میگه در ایران گارانتی شامل تضمین به تعمیر اون جنس در صورت خراب شدن رو میگفتن، اما وارانتی رو تعویض کامل اون جنس با یک جنس نو که تا قبل از تاریخ مشخص خراب بشه رو میگفتن. آفرین. خب اینم خودش یه چیزیه که باید در موردش فکر کنیم. ممنون و متشکرم. پس شد امشب میریم شب دورهمی، هفته آینده جمعه آینده میریم آقای ماز جبرانی در کنیدی سنتر، راجع به استرالیا این جوان 28 ساله که مردم حمله کرده گفتم، تیراندازی در کالیفرنیا که 13 نفر کشته شدن، ولی اینا دیگه الان میگن اون کسی که حمله میکنه حتی عکسشو نشون ندیم، اسمشو نگیم، حتی جزء زخمی ها و کشته شده هم اصلا یعنی این وجود نداره. دلیلش هم اینه، میگن همون جوری که اون روز بهتون گفتم اگه یکی میره رأی میده دیگران تشویق میشن رأی بدن، میگه این
وقتی دیوونه ها اسم همدیگر رو میبینن و نمیدونن میبینن یعنی 15 دقیقه معروف شد و هر کانالی میزنن عکسشونشون میدن، دیگران هم تشویق میشن برن این کارها رو انجام بدن. و اینی که اگه شما میبینید الان میگه 12 نفر در کالیفرنیا کشته شده، حقیقتا 13 نفر کشته شده، یکیش همون کسی بوده که حمله کرده. حالا این کی بوده؟ اونم یه جوونی که ارتشی بوده رفته و آمده، بعد اینجا گویا مشکل داشته، همسایه ها به مادرش گفتن تو باید با دولت تماس بگیری بگی که این اینجوری تهدید میکنه دعوا میکنه، گویا تماس گرفتن آمدن و رفته دکتر و آزمایشگاه و روانشناس و اینها، احتمالا روانشناسش هم مثل این آقای سعید سالینیا دیوونه بوده، گفته نه این خطری نداره برای مردم، ولش کردن، ول کردن و آزاد بودن. همانو اون شب بلند شده و رفته اونجا از ساعت 11:30 تا 1 شب، که بعدم بالاخره میگن یه تیری هم به خودش زده و خودش، من اینایی که تیر میزنن خودشونو میکشن خیلی ازشون راضی هم، با وجود که یه کار بزرگ و بدی انجام دادن، ولی همین که خودشونو میکشن میگن خدا پدر و مادر قرمساقتو بیامرزه که اقلا زدی خودتو کشتی، دیگه حالا دادگاه و وکیل و بیا و برو و خرج و زندان، و بعد تازه اگه بگن اعدامم 20 سال دیگه تو زندان همینجوری باشی، اون دیگه به اصطلاح تخفیف دادی به مردم. این هم از این ماجرا. خب و اما روی فیسبوک دوستان لطف کردن، چیزای زیادی فرستادن که من براتون میفرستم، یعنی نگاه میکنم براتون میخونم و از این دوستان هم ممنون هستم. و باز هم خواهش میکنم که به قول معروف هر آشغالی دستتون رسید برای من نفرستید، یه چیزی جالب باشه، رقصی باشه، نمایشی باشه، اینها چیز میکنم. بله میگه مگه من توی استاتون بودم؟ من اصلا نمیفهمم، یه خانمی به نام نرگس سروش یا آقایی، نمیدونم چون آقا خانوما میدونید این روزا اسماشون اینا معلوم نیست، بذارید اصلا ببینم عکسی گذاشتن یا از همین دوستانی هستن که از خودشون هم میترسن. بله نخه، یه عکسی گذاشتن، عکس گل و بلبل خانم نرگس سروش. ایشون برای من نوشته که آقا امیدوارم شما هم مثل آقای نه مثل سهند فریاد، سهند فریاد آقای محمد رزاقیه، ایشون منو بلاک نکنی و آیا این چیزایی که ایشون میگه درسته؟ میگم خانم من اصلا خبر ندارم و شما چی گفته این آقا، اگه درست نبوده شما بیا درستشو بگو. بعد میگه آقا شما راجع به چی حرف میزنی؟ من تو ایرانم، من کاری به کسی ندارم. براش فرستادم، میگم یا این که شما اینو فرستادی الان دیوونه شدی نمیفهمی خودت فرستادی، یا اینکه یک دیوانه ای به نام شما داره اینا رو میفرسته. این فیسبوک هم واقعا دیوونه خونه ای شده که هممون خوشحال که یه جایی رو پیدا کردیم، چون هممون دیوونه بودیم، حالا داریم دیوونه تر میشیم و نمیدونم واقعا سرانجام این کار به کجا میرسه. آقا یا خانم گرامی، شما برای من نوشتی، من نوشته خود شما رو فرستادم و نوشتم اگر آقای رزاقی به فکر شما، به قول شما بهت بدرفتاری کرده، من از شما عذر میخوام که نباید. شما بیا اینجا، ما که هر روز تو برنامه میگیم بیا نظراتتون رو بگین، حرفتون رو بزنین. something wrong، بعضی از اینا اینقدر تنها هستن میخوان یه جوری چیز کنن. آقای یوسفی عزیز، شما وقتی یه لینک میذاری زحمت بکش دو کلمه هم بنویس که این لینک چیه، حالا ما روی این کلیک میکنیم. ولی بله این وب مناسبت اول رایبر تقویم به دوستان فکری شاید در ایام محمد برزگر. خب من چی کار کنم عزیز برادر، وسط برنامه زنده، وسط زمین و آسمون شما برای من لینک میفرستی، این کار درست نیست. اگه من گفته باشم دوستان لینک این استرالیایی که حمله کرده توی چیز بفرستین، شما بفرستی، ازت تشکرم میکنم، ولی این که حواس منو پرت میکنی، بعد دوستان دیگه میگن آقا اینا که از فیسبوک میان فقط میان حواس شما رو پرت میکنن و بعضی هاشون هم درست میگن، این کار درستی نیست. اجازه بدید من این رو به اصطلاح پاک کنم، یا خودتون زحمت بکشید پاک کنید. مثلا به گمانم مشاهده این کلیپ مهم و جز رئیس آژانس، آقا جون وسط برنامه زنده اینا رو نفرست، اگر بفرسی من شما رو مجبورم اصلا بلاکت کنم. آخه عزیز برادر، مثل توی مهمونی ما نشستیم، ختم بابای منه،
شما هی جوک میگی، بهت میگم آقا خیلی ممنون جوک خوبی بود ولی اینجا جاش نیست، بذار دفعه دیگه انشالله عروسی مادرت توی اون جوک بگو. آخه نکنید این کارو که آدم دهنش باز بشه به حتی به دوست خودمونم توهین کنید. شما اون روز اون خانم پناهجو آمده صحبت میکنه، میگید اینا دروغ میگن، مسیحیان میتونن برن تو ایران. من میگم آقا برفرض که دروغ میگه، این دلش میخواد توی دانمارک باشه، به من و شما چی؟ مگه جای من و شما رو تنگ میکنه؟ عجب آدمای بد ذاتی هستین، عجب آدمای بدی هستین، عجب آدمای بدی شدیم. دفنتلی من باید امروز شما رو بفرستم توی شهرمنده. آخه تو شهرمنده چرا ما یه کاری بکنیم که شهرمنده بشی؟ همه اینا رو لطف کن پاک کن، هم شهرمنده رو پاک کن، همون دوتای دیگر رو پاک کن. اگه چیزی هست ببینید آقای فرخ مثلا یه چیزی رو برای من میفرسته، مینیست سور بی من تو قسمت پیام ها اون ماجرای که گفتی برات فرستادم. یه کمی رعایت کنیم آخه، من و شما اگه چیزای ساده اینجوری هم رو یاد نگیریم آخه به کجا رسیدیم؟ از این تکنیک فقط همین به هم فوش بدیم و دشمن هم بشیم؟ بله خیلی ممنون. و اجازه بدید من تماس بگیرم با خانم دکتر زنوسی. من به ایشون گفتم که شما اگه لطف کنید هر از چند روزی بیاین یه مقداری صحبت کنید و این دوستان رو هم بهشون یادآوری کنید، هم به کارهای مهمی که شما انجام دادید به اصطلاح آشنا کنید، که میدونید بشر چرا میگه نماز هر روز بخون روز 17 دفعه تکرار؟ چرا میگه اگه میخوای کاراتو کار کنی هفته 3 روز باید بیای ورزش کنی؟ اگه میخوای نمیدونم خوراک چرا تکرار میکنی؟ همه چی با تکرار ادامه پیدا میکنه. چرا ما یه نفس نمیکشیم نگهش داریم برای همیشه؟ هی با نفس بکشیم بازدم دم این تکرار. به ایشون گفتم که شما باید یک ویدیوهای درست کنید که ما بتونیم اینجا چیز کنیم، روزانه پخش کنیم تا توی گوش و چشم و هوش مردم باشیم و اینها کمک کردن بشه یکی از عاداتشون. حالا اون روز زنگ زدیم ایشون نبودن، الان هستن. خانم دکتر نسترن زنوسی سلام میکنم خدمت شما، با بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم هستیم. همونجوری که من ازتون خواهش کردم اون چیزهای قشنگ و زیبا و حقیقی که شما مینویسید و واقعا من بعضی وقتا دارم رانندگی میکنم اشکم در میاد، شما اینا رو به مردمم بگید و سعی کنید تکرار روزانه یه روز در میون که یادمون نره بشر فراموشکاره. اون چیزی رو که شما نوشتید من اون روزم خوندم، چقدر قشنگ نوشته بود این هدیه های زیادی، این شکلات خریدن ها، این گل خریدن ها، اینا رو یکم کمتر کنیم، اون اضافیشو به اونایی که گرسنه هستن. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. دوستان عزیز اگر خودتون کسی رو دارید در ایران خودتون کمک کنید، اگر کسی رو ندارید دنبال یه آدمی میگردید که اطمینان کنید اون آدم انسان شریفی به نام دکتر نسترن زنوسی و همسرشون این کار رو انجام میدن بدون هیچ هزینه‌ای. یعنی شما اگه 10 دلار کمک میکنید 10 دلار به دست ایرانی در ایران برنج و روغن میرسه، هزینه رفتن و پرواز و روزایی که کار نمیکنن ایشون از جیب خودشون پرداخت میکنن. سلام میکنم به شما، بهتون خوش آمد میگم، بفرمایید این شما و این هم بینندگان و شنونده. سلام جناب آقای سوربیو، سلام به بیننده های مهربون و عزیز شما در هر جای دنیا که تشریف دارن. شما صدای منو دارین؟ بله 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 بفرمایید. بله. واقعا تشکر میکنم از همه آدم های مهربونی که در این مدت کوتاه که از دفعه پیش بود لطف و محبت کردن. آقای سوربی چون این برنامه رو شما لطف میکنین و این وقت نازنینتون رو و واقعا وقت پروداکتیو برنامه تون رو به من میدین و به مردم ایران میدین بدون کوچکترین چشتاشت و هزینه‌ای، من واقعا لازم از شما تشکر کنم و بگم علت که به طور سریع و خلاصه میگم، علت که مزاحم شما و وقت مردم دارم میشم اینه که چون نزدیک به شب یلدا هستیم، چون نزدیک تنکسگیوینگ در آمریکا هستیم، نزدیک کریسمس هستیم،
میخواستم استدعا کنم، خواهش کنم عزیزانی که گلای زیبا، شکلات های خوشمزه میخرن و مرتب برای حتی صدومین بارم که خونه هم دیگه میرن با ارکیده های قشنگ با گلای زیبا میرن، دست خالی نمیرن، چون در فرهنگ ایرانی اونی که دست زیبا و پر بره. میخواستم خواهش کنم حتی یه دفعه رو شده گل نخریم، یه بارم شده شکلات نبریم. شما خودتون از گل قشنگتر و از شکلات های آب نوافا خیلی شیرین تر هستین. پول یک گل در آمریکا لاغل من میدونم سه ماه، سه تا خانواده رو برای 4 ماه ساپورت میکنه، نه برای یه هفته، برای 4 ماه پول یک گل، یه دسته گل درسته ساپورت میکنه. یادتون باشه که این گلای قشنگم در کنارش این فکر رو بکنین که اینا هم حیات دارن و اینا رو از شاخشون و زندگیشون جدا نکنین. و الان قبل از ماه اینجا نوامبر هستش، تو ایران فکر میکنم آبانه، قبل از شروع سرماهای ایران بیم به خاطر هم به خاطر اونا یه لطفی بکنین، با هم به طرف این آدم ها بریم. خودتون به من ندین، استدعا میکنم با دستای شریفتون مستقیم تو دست مردم بدین، بدین به اقوامتون، ولی اونا شکماشون سیره، اونا گرسنه نیستن، اقوام عزیزتون. خواهش کنین این دفعه رو به اون مردم بدن، به فقیرها بدن. اگر به من دادین و یا به همسر من که شما پزشک در واشنگتن دی سی، من میتونم آدرس مطبمون شماره رو بدم، ولی اگه به ما دادین من به شما رسید خرید، شماره تلفن، عکس دونه دونه این مدد جو بدبختا رو که کیسه برنج شما و روغن فقط با $10 تو دستشونه، من عکسشونه میارم، رسید خرید رو میارم، تلفن اون فروشگاه، آدرس، تلفن این آژانسی که ما رو میبره که اصلا ما رو نمیشناسن به شما میدم و بهتون قول میدم که این پول رو 100% نه حتی 1 سنتش رو من کم بکنم. میدونین شما به شکلهای مختلف میتونین پول بسازین، از درآمدتون ندین، میتونین کریستالای قشنگ تو خونتون که استفاده نمی کنین، اونایی که ارزون هم، نه کریستالای گرونتون رو، میتونین ظرفای زیبایی که توی کلازت ها هستش ما ها استفاده نکردین یا سالها، خاتم کاری های زیبایی بیرونی رو میتونین بین دوستاتون اینا رو یه شب مهمونی توی میز کوچیک بذارین و بگیم اگه هر کی خواست اینا رو بخره. نمیگم جواهرات اصلی کنم، ولی جواهرهای بدل رو که خیلی اترکتیون اینا رو میتونیم به هم بفروشیم. زعفرونایی که سر راه سرراهی میگیرین از اقوامتون، هر زعفرون کوچیک و مارک عالی خدا شایسته خانواده رو قضا میده تو ایران برای 4 ماه 5 ماه. خودتون مستقیم با دست خودتون بدین، به من مدین، من فقط میخوام یه صدایی باشم تو میونه قلبای مهربون شما. اگر خدایی نکرده نمیخواین به مردم ایران کمک کنین، نمیخواین به مثلا فکر کنین که مردم مثلا کشور ایران داره قوی تر میشه، به آفریقا، سوریه، به بچه های تو عراق، به بچه های تو پاکستان و افغانستان بدین. ولی اگر دوست دارین به ایران بدین الان وقت بشه، چون داره هوا سرد میشه. عذر میخوام، عذر میخوام، اگه به آدمانی میخواین بدین، به سگای گرسنه بدین، به گربه های گرسنه بدین. شما با هر دستی بدین من به شما قول میدم، trust me، با همون دست یونیورس به شما پس میده. اگه به خدا اعتقاد دارین یا ندارین، من به عقاید همه احترام میذارم. آقای سوربی، ما توی کشور واقعا دموکراتیک هستیم و هیچ کی اجازه نداره راجع به مذهب یکی دیگه سوال کنه یا اصلا یعنی چیزی بکنه. در نتیجه به هر کسی که معتقدین با دست یه ذره که میدین 100 برابر خداوند یا یونیورس به شما پس میده. آقای سوربی، اگر یه قهوه کمتر مردم تو استارباکس بخورن، به قهوه رو برن از یه جای ارزون تر بخرن، پول 20 تا دونه سنگک تو ایران میشه پول یه قهوه استارباکس.
از اونایی که زائرین حرم مطهر هستن به مشهد، من خواهش میکنم اونایی که تو هتلای 5 ستاره دور حرم شبی 800 هزار تومن برای یه اتاق میدن، استدعا میکنم چای و غذا رو تو هتل نخورید. اگه پول هتل رو میدین بدین، ولی چایتون رو توی رستوران ساده تر بخورین و غذاتون رو. به خدا رستوران های سالم هست، فکر نکنین مریض میشین. زائران حرم مطهر رو دارم میگم. من میخوام اینجا به عنوان یک آدم، به عنوان یک انسان از مقام های مسئولین بزرگ ایران استدعا کنم، تمنا کنم، از مقام معظم جمهوری اسلامی ایران، از آقای دکتر روحانی مقام ریاست جمهوری ایران استدعا کنم، جناب آقای سید علی خامنه ای، آقای دکتر روحانی، خواهش میکنم به خاطر یعنی با امریکا و اسرائیل وارد بحث نشین. ما هممون ماهیت اینا رو میشناسیم، یعنی این بحثا، این آرگومنت ها داره باعث میشه وضع ایران خرابتر بشه و قیمت دلار بالاتر بره. واقعا از این بیشتر خیلی ها نمیتونن دیگه افورد کنن. طبقات محروم و کارگر و کارمندای ایران نمیتونن برای بچه هاشون دایپر بخرن، شیر خشک بخرن. استدعا میکنن به خاطر مردم با اینا کم ترچیز کنیم، به خاطر مردم. واقعا خواهش میکنم از جناب آقای رئیسی مشهد، من اصلیت هم مشهدیه، البته میرزامادی ها مال اصفهان هم، پدرم یعنی فامیل خودم میرزامادیه. خواهش میکنم جناب آقای رئیسی روزی 7000 نفر هر روز مجانن از نهارخونه حسرت کنار حرم مطهر از آستان قدس رضوی دارن قضا میخورن، نهار میخورن. اینو خیلی هاشون متنولن، میان بخورن چون تبرکه، درسته؟ خواهش میکنم یه روزشو بدین به مردم دور حرم مطهر که دارن زایه جمع میکنن، دارن تو کارتون ها هستن. متاسفانه واقعا این یه حقیقتیه که ما همه باید قبول کنیم، حالا به خاطر تحریماتی که دولت آمریکا داره یا اسرائیل داره، کل دنیا در بدر و بدبخت شدن. به جای 7000 نفر در روز شاید به 3000 نفر بدید و بقیه رو تو شهر تقسیم کنین فقط به محرومان. تو ماه محرم رمضان، ماه مبارک رمضان ببخشید، افطاری به 14000 نفر آستان قدس داره میده. استدعا میکنم یک روز از ماه مبارک رمضان رو به کارتون خوابا بدید. اونایی که زائرین امام رضا هستن و زائرین کربلا و امام حسین هستن، من با تمام وجودم به شما احترام میذارم و ریسپکت میکنم، ولی استدعا میکنم مطمئن باشین شما با قلبای پاکی که دارین هر روز تو قلبتون زائر امام حسینی، زائر آقا حضرت رضا هستین. در نتیجه پول یه شب هتلتون رو خواهش میکنم بذارین قبل از زمستون بذارین کنار. اگه به ایران و ایرانی نمیخواین بدین، به آفریقا بدین، به بچه های تو عراق بدین. تو همون کربلایی که میرین برای زیارت فقیر زیاده. خواهش میکنم اگه به آدم ها از کی نمیخواد بده، ته بشقابتون رو به گربه ها بدین. من گربه هایی دیدم تو ایران دارن تیکه تیکه میکنن سطل های آشغالا رو، کیسه های آشغالا. این سگا رو دیدم از ترسشون نمیان بیرون، سگا قایم میشن، ولی گرسنه هم دارن میمیرن. یکی از عزیزان پریروز به من گفت خانم دکتر زانوزی شما بیاین مسئله رو سیستمیک رزولوشن بذارین، بیاین مسئله بزرگمون رو حل کنین، کیسه غذا، کیسه برنج، حالا 4 ماه هم یه غذا بده، حالا یکی بمیره، حالا مسئله اصلی که حل نمیشه، اعتیاد فحشاه. مسئله این بود که آقای محترم آیا من میتونم مسئله اعتیاد و فحشا رو، خدای نکرده اگه در ایران هست یا در آمریکا امکان هست، من میتونم حل کنم؟ نه من نمیتونم. ولی ما میتونیم یک نفر رو سیر کنیم. برای اون یک نفر شما تمام دنیا هستیم، تمام عالمی، کسی که داره از گرسنگی بچه‌هاش رو نجات میده. از من بر نمیاد مسائل اجتماعی و سیاسی آمریکا رو حل کنم، واقعا نمیاد.
مجددا میگم مدارس شیک و عالی تو ایران زیاده، مساجد بیوتیفول مساجد تو ایران زیاده، باور کنی پرورشگاه‌های زیبا تو ایران زیاده، ولی یک عده گرسنه تو رو به خدا اونایی که بانی قضا میشن تو ایام فاطمیه، تو ایام عاشورا، دهه عاشورا، اونایی که شب یلدا دارن مهمونی های 5 میلیون تومانی میدن استدعا میکنم یک شب رو فوکس کنیم در هر جای ایران به اونایی که فقیر و گرسنه هستن. یادتون باشه تمام این کاخ ها میمونن، تمام این جواهرات آدم میذاره میره، متاسفانه یا خوشبختانه هممون با دست خالی میریم، چه جوون چه پیر. با اجازتون یک خط کوتاه از یه شعر رو واسهتون میخونم، این رو به اونایی میخونم که وضعشون خوبه، اونایی که فضای مالیشون بهتره، نه اینکه بگم شخصیتشون بالاتره، چون شخصیت به پول نیست، به ثروت نیست، ولی فقط اینو میخونم که یادتون باشه شعر منم نیست، مالی عزیزیه که گفته که من نمیشناسم کی گفته. میگه نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، لاجرم هر کسی که بالاتر نشست استخانش سخت در خواهد شکست. یادتون باشه کارماست، دنیا دار مکافات، شما با هر دست بدین با همون دست بر میگرده. خواهش میکنم قبل از شروع ماه دی، قبل از شب یلدا، قبل از این تنکسگیوین، اونایی که تو آمریکا هستین، اونایی که بهتر از آمریکایی ها تنکسگیوین که دارین جشن میگیرین، 50 نفر تو خونتون میان 10 تا ترکی و بوغلم میذارین. من نهایت احترامو دارم، ولی شاید یک غذا رو کمتر کنین اون شب $100 سیف کنین، شاید یه شب یک کریسمس رو بجوید کادوی $100 $150 کادوی $20 بدین، کادوی $50 بدین. شاید یک بار در هفته استارباکس نرین، قهوه عالی نخورین، شاید تو هتلای 5 ستاره دور مشهد قضا اگه میخورین چاییتون رو برین بیرون بخورین. به خدا قسم اونا وضع خیلی خوبه، من اسم نمیبرم هتلا رو، یه مایلی حرم مطهرم و هتل 5 ستاره است، شبیه 1 میلیون تومان داره میگیره، یه مهمونی رو 5 میلیون میگیرم، 4 نفر بوفه قضا بخورم، در نتیجه استدعا میکنم ای زائرین آقای مفرزا، باور کنین ایشون راضی نیستن که شما همچی پولایی بدین و کنار حرم مطهر یه نفر از صبح تا ساعت 7 بعد از ظهر زایه جمع کنه و کیلوی 1200 تومن طبق بفروشه، یعنی تمام روز 20,000 تومن 25,000 تومن اگه پیدا کنه زایه رو. نون سنگک گرون شده، خانمایی که میرین ماساژ میگیرین برای صورتهای زیباتون، برای بدناتون، اونه که میرین ناخونهای عالی درجه 1 درست میکنین، یک هفته خودتون ماساژ بدین، عزیز دختر یا پسرتون گردن رو بدن شما رو ماساژ بدن، دستاتون رو بدون پولش رو یک بار قبل از زمستون به مردم برسونید. من بچه رو تو کارتون دیدم، من بچه رو تو باکس دیدم تو ایران، متاسفانه مادرش رو زمین میخوابه رو مقبا. اینا فقط مال ایران نیست جناب سوربین، آمریکا بدتره، برین لس آنجلس ببینین چه خبره، برین سان دیگو اونجا هوا بهتره، مردم بهتر سر جار را هوا میستن، فقط همه جا هست، ولی مثل مردم آمریکا که خودشون دست کمک دارن، مردم ایران خیلی مهربونن، خیلی انسانن، و غیر از خوبی از ایرانی ها چیزی ندیدن واقعا. خواهش میکنم قلبتون رو یکی کنی، بدون در نظر گرفتن شیعه و سنی و مسیحی و جهود و مسلمون، همه با هم به طرف فقر دنیا بریم، یا به آفریقا بدیم یا به ایران عزیزمون. ریاتون باشه میلیون ها میلیون دلار داره آمریکا به آفریقا میده، به سوریه میده، ولی یک پنی که به ایران نمیده که هیچی، آنچنان از 6 نوامبر تحریمات رو بدتر کرده که فاجعه داره میشه، قیمت دلار داره روز به روز بالاتر میشه. یک دنیا تشکر، مرسی، دیگه مزاحمتون نمیشم و خواهش میکنم شماره تلفن من 202-580-9137، من برای $1 شما رسید میدارم.
من اسمم نسترن، فامیلم میردامادیه، پدر من دکتر محمد میردامادی بودن و مرتبشون روی تمام تقیرآباد بود. مادر من توی روزامی های مشهد جزو تنها خانم دکترهای مشهد بودن که سیگار میدادن، حلوا میدادن، شیرنی میبردن. من به چشم دیدم و با همین نیت بزرگ شدم. به من ندین و عزیزات رو بدین، ولی بدین این امسال رو بدین تا این تحریمات کمتر بشه. خیلی ممنون، خیلی عذر میخوام. ما ممنونیم از شما. من سعی میکنم که با شما تماس بگیرم. گفتم فردا شب با یکی از دوستان هستم که درباره ساختن ویدیوهای کوتاهی باهاش صحبت میکنم و امیدوارم این کار رو بتونیم انجام بدیم. شما خیلی قشنگ گفتید که سعی کنیم به کمک کردن به دیگران، حتی اگر نمیخوام به ایرانی ها حالا به خاطر حکومت کمک کنیم، به دیگران در کشورهای دیگه کمک کنیم. یمن الان موقعیت بسیار بدی داره، گفت 14 میلیون در خطر قحطی و گرسنگی هستن. آفریقا رو شما مثال زدید و یک صحبت خیلی قشنگی شما گفتید که آمریکا به آفریقا کمک میکنه ولی به ایران داره ضربه میزنه و دروغ هم میگه. همین آقای پمپئو پریروزا میگفت که ما خوراک و دارو و اینها رو آزاد گذاشتیم، ولی خودش وقتی که صحبت کرد گفت اگر حکومت میخواد مردم غذا بخورن باید به اصطلاح حرفای ما رو گوش کنه. یعنی خود اینا میدونن که با این کارشون خوراک مردم، غذای مردم به خطر افتاده. در صورت من ممنونم از شما، از همسرتون، از دیگران و امیدوارم بازم شما رو داشته باشیم در روزهای آینده. دنیا تشکر. من یه جمله کوتاه، یه شعر چند خط کوتاه به نیت پاک شما و نیت مردم نازنین ایران و ایرانی های اینجا میخونم از حافظه. میگه دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. بی خود از شریه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که اون تازه براتم دادن. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. امیدوارم تک تکتون خورشیدای نورانی و ماهای زیبا برای ایرانیان تو ایران باشیم. خیلی ممنونم، متشکرم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم به امید دیدار شما. مرسی، خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقای لطیف زمانی از انگلستان سوال کرده که بحث درباره چی هست و ایشون کی هستن. ایشون خانم دکتر نسترن زنوسی هستند که به همراه همسرشون سالانه 4 مرتبه میرن ایران و میگن من سالها در سازمانهای مختلف انجمنهای خیریه کار کردم، به این نتیجه رسیدم که خیلی قسمت اعظمی از به اصطلاح کمک های مردم صرف و خرج مخارج جنبی میشه و تصمیم گرفتن که با این کار خودشون مستقیما، که البته خب وقتی نگاه کنی الان میبینین خرج خودشون دیگه خودشون دارن میدن دیگه، ولی میگه اگر شما کمک کنید هر 10 دلاری که کمک میکنید یک خانواده ایرانی رو با برنج و روغن به اصطلاح شکمش رو سیر میکنن تا در سرمای زمستان گرسنه نباشن. حالا این شما و این هم به اصطلاح همت عالی شما. شماره تلفن ایشون رو من یک بار دیگه نشون میدم و با خودشون مستقیما تماس بگیرید. 202-580-91-37 و اگر در ایران هستید ایشون یک حساب بانک ملی در ایران درست کردن که از همون حسابایی هست که شما میتونید با کارت به اصطلاح چی میگن کارت به کارت کنید یا به حسابشون واریز کنید. این هست بانک ملی ایران، شمارش هست 60 37 99 18 98 25 14 20. اگر هم مشکلی داشتید در تماس گرفتن و ارتباط برقرار کردن حتما با من تماس بگیرید، ترتیب این کار رو براتون میدم. ضمن اینکه دیگه از این ساده تر نمیشه، این حساب برای ایران، شماره تلفن اینجا برای تماس در آمریکا. این روزا هم که تلفن ها همه
مجانی است. خیلی ممنون و متشکرم. متشکرم از آقای لطیف زمانی. به قول معروف، ای که دستت میرسد کاری بکن. و اما ترامپ در جهنمی که خود درست کرده مشغول سوختن است. امروز ساعت 16:00 بعد از ظهر، یعنی 1 ساعت و 7 دقیقه دیگه، با خانم مینا احدی از آلمان از حزب کمونیست کارگری صحبت میکنیم در تلویزیون مردم. همه از هر طرز فکری، از هر دینی میتونن بیان صحبت کنن، بجز اونایی که میگن باید بریم منفجر کنیم، باید بریم بکشیم، باید بریم کشته بشیم. اونها برن تو همون تلویزیونایی که تو لس آنجلس نشستن، شبا هم همه شب میرن قمار، ولی میگن مردم اینجوری بمب بذارن. یا میگو یکی گفته من جزء انجمن حقوق بشر هستم، بهش گفتن خب چجوری میخوای پرنده بشی؟ گفته من 2 تا بانک تو ایران آتیش زدم. اصلا میدونید بعض وقتا یه چیزایی میگیم که به عقل هیچ کس جور در نمیاد، کار خودمون رو هم مشکل تر میکنه. میگه که کاشکی من در کشوری بودم که اولین صادر کننده گاز جهان بود. ببینید آقای لطیف زمانی، این چیزی که شما میگید فقط دارید عذر خودتون رو موجه میکنید که کمک نکنید، و برای این کار اصلا لازم نیست. کسی نه شما رو دستتون رو داره میپیچونه، نه اسلحه گذاشته رو سرتون. اتفاقا چون این کش آقا، مگه آفریقا فقیره؟ آفریقا از ریسورس، از لحاظ منابع طبیعی، یکی از غنی‌ترین کانتیننت چی قاره ها، یکی از غنی‌ترین کشورهای اونجاست، ولی مردمش ببینید چیه. دست هر بچه یه اسلحه است که اگه این 300 دلار پول اسلحه رو بهش بدی، سالها میتونه باهاش زندگی کنه. عزیز من، ما هم میدونیم آخونده رو گاز نشسته، تو شکمش هم گازه، به گور پدرش هم گازه، کمک نمیکنه. آقا این خانم میگه که شما 10 دلار بده، ما برنج و روغن میرسونیم به دست یه گرسنه. شما بگو نه، گرسنه باید بمیره. این که میشه حرف ترامپ. ترامپ هم میگه ما مردم رو گرسنه میذاریم، مردم گرسنه میان. آقا مردمی که سیر بودن نتونستن حریف آخوند بشن، گرسنش حریف آخوند میشه؟ این حرفی که من به اینایی که زندان میرن بعد اونجا اعتصاب قضا میکنن میگم. میگم آقا اینا چرا تو رو گرفتن؟ تو رو گرفتن که ضعیفت کنن، خانوادت هم ضعیف کنن. چجوری؟ مالی، جسمی، روحی. چجوری خانواده شما ضعیف میشه؟ یک نیروی کار رو گرفتن بردن زندان. یعنی این آقای زندانی، حالا فامیلی سلطانی بوده، کی بوده، هر کی، این دیگه الان درآمدی نداره. خب حالا خانوادهش درآمدی که ندارن بابت این، باید یه خرجی هم کنن، هی برن ملاقات این، هی برن فلان وکیل رو ببینن، هی برن به فلان قاضی التماس کنن، هی خوراک بخرن ببرن. وقتی هم خوراک بخرن ببرن، برای این تحرک نمیتونن ببرن، باید 10 تا مثلا پرتقال ببرن تا یکیش گیر بچه خودشون بیاد. یعنی خرجای مضاعف. حالا شما اگه یه فامیلت اینجوری اسیر شد، بهش میگی ای کاش من هم در کشوری بودم که گازش چنین بود و گوزش چنان. نکنید این کارو. مخصوصا من از آدمای فهمیده و با شعور تعجب میکنم. اون بی شعوری که مثل این یه آقایی بود، ولی نمیدونم ایمانی کسی آمده بود، من دارم میگم که این خانم حوریه یه بحث قشنگی رو باز کرده بود که چرا خانم ها میرن با کسایی که پولدار هستن و این چه فرقی داره با تن فروشی. من براشون نوشتم که متاسفانه حتی در کشورهای پیشرفته از لحاظ صنعتی، در کشورهای رو به توسعه و اینها هم اینه، کشورهای جهان سوم و مذهبی و اینا که دیگه ولش کن. یه احمقی آمده به من میگه که بعد نوشتم این زن ترامپ رو نگاه کنید، شما فکر کنید این زن ترامپ عاشق دلباخته این مرد شده، با این هیکلش، با این اخلاقش، با این مو، با این قیافش. خب برای پولش اومده، امیدش هم اینه که این زودتر بمیره، یه پولی به این برسه، این بره با یک پسری، حالا دیگه چون پولدار شده اینم حاضر نیست با یک کسی عاشق بشه، فقط میره برای لذات جنسی با یک کسی قرارداد می‌بنده، آبی یا اینجا نمیدونم با هم حال کنیم و اگرم فلان شد برو به سلام. دنیا داره اینجوری میره. بعد اون ولی نمیدونم احمق میاد میگه که شما چرا با ترامپ صحبت می‌کنی؟ میگم مردک من اینجا هستم، من دارم هالیوودو میگم،
هنرپیشه های هالیوود که رول مدل جوان های دنیا هستن، الان اینا همین اشکال اونجا هم هست. بریم سراغ آقای امیر حسین لادن. هفته قبل نبودن ولی امروز خوشحالم که هستن. آقای میگم که آقای سلیمانی، کل صادرات نفتی و غیر نفتی ایران 100 میلیارد دلار در سال است و کل تولید ناخالص ایران سالیانه 300 میلیارد دلار است. آمریکا تولید ناخالص سالیانه حدود 20 تریلیون دلار دارد. لطفا مرتبا ایران را با آمریکا مقایسه نکنید. ما همه از اختلاس ها، سوء مدیریت ها، رانت و دزدی ها با خبریم. خدا پدر و مادر تو بیامرز. آقای سلیمانی شما همینجا روی گوگل بزن اینایی که شب گرسنه نمیخوابن در آمریکا، 40 میلیون نفر هستن. 40 میلیون نفر، یعنی از هر 8 نفر آمریکایی یه نفر شب خوراک نداره. وقت دوستون آقای لطیف زمانی از انگلستان میگه ای کاش من هم روی گاز های مرسی، thanks to you. خیلی ممنون، من از شما ممنونم و ما منتظر هستیم که افرادی مثل شما، اون دوست دیدید زنگ زده به خانم زنوسی شما بیان فاحشه ها و نمیدونم. آقا خانم زنوسی این کمک رو میکنه، شما in the meantime یا در این حال احوال شما برو دنبال کار فاحشه ها رو درست کن. فاحشه از روزی که بشر دست چپ و راستش رو سناخته این ماجرای روسبیگری و فاحشگی و اینها بوده و بعضی ها میگن دومین بیزینس دنیا، بعضی ها میگن اولینه، که حالا من نمیدونم اگه دومین اولین چیه، ولی اگه اولینه معلوم میشه از همون روز اول آدم حوا چیه میدونم. والا آقای امیر حسین لادن رو اینجا پیدا کنم. ما این دوستان وقتی اسم کاملشون رو مینویسیم با هم میگن، ایشون نوشتن که ای اچ لادن. یادم میره از اون هفته تا این هفته. خب بذارید من با ایشون تماس بگیرم. 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا میبرم شما رو با آقای لادن گفت و شنودی داشته باشیم. خب دوستان عزیز، خبر خوب این که اجازه بدید من صدای اینجا رو ببندم که پژواک ایجاد نشه، تصویر آقای لادن رو هم به کامپیوترمون بدیم که اون هم آقای لادن خیلی ستینگ قشنگ و خوبی دارن. این کتابخونه‌ای که اونجا دارن خیلی مثل ما نمایشی نیست، کتابای قلابی باشه و اینها. خب بذارید لبخند زیبایی هم برم ایش. آقا امشب هم دارم میرم شب دور همی، جای شما خالی است. اتفاقا دفعه قبلم دوستان میپرسیدن دوستون آقای لادن کجاست، گفتیم با این بنده خدا همچین آمد با عجله و همچین رفت که نگو و نپرس. خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که با آقای امیر حسین لادن هستیم. ایشون از سازمان اندیشکده با ما هستن. سازمان درسته دیگه، ارگانیزیشن یا تشکیلاتی که خودشون به همت دوستانشون برپا کردن و چندین بار تا حالا مهمون برنامه ما بودن، ویدیوهاشون موجود است. از چند روز پیش هم عکس ایشون رو در صفحه مردم تیوی قرار دادیم که شما روی عکس ایشون اگر کلیک کنید شما رو میبره به ویدیوهایی که اندیشکده روی یوتیوب قرار میدن و میتونید اونجا ساعت‌ها ویدیوهای ایشون، مصاحبه‌هاشون با رادیو تلویزیون‌های دیگه، گفتگوهاشون در به اصطلاح نشست‌ها و گردهمایی‌هایی که بوده ببینید و بشنوید و اگر هم سوالی یا نظری دارید با ایشون تماس بگیرید. چون در برنامه‌های گذشته بارها ایشون به این نکته اشاره کردن که امروز براندازی تبدیل شده به هدف مشترک اکثر ایرانیان، ما میخوایم از ایشون سوال کنیم. مخصوصا ایشون یه بار دیگه تکرار کردن که به اصطلاح بدون برنامه جایگزینی مشخص و شفاف براندازی با شکست و ناکامی روبرو خواهد شد. پس
ازشون بپرسیم که خب برنامه اندیشکده برای جایگزینی چیست. بازم بهشون خوش آمد میگم، میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم. آقای لادن خیلی خوش آمدید، این شما، این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. سپاسگزارم. با درود به شما جناب صوفی و به بینندگانتون و هممیهنانمون، میخوام پاسخ رو با یک گفته رابرت کندی آغاز کنم که در انتخابات ریاست جمهوری به دانشجویان و جوانان گفتش که آینده رو باید ساخت. هر نسل در ساختن آیندهش سهم دارد و گفت این چالش اساسی امروز ما می باشد، یعنی اینکه در ساختن آیندهمون شرکت کنیم. در دیدار پیش گفتیم که الان هدف مشترک شده برای ایرانیان این براندازی، همه به عناوین مختلف دنبال براندازی هستند، ولی آنچه بین ما شکاف ایجاد کرده و ما را از هم جدا ساخته راه و روش من برای براندازی و پاسخ من برای جایگزینی است. با در نظر گرفتن یک اصل انکار ناپذیر که براندازی که جایگزینی یعنی آینده ایران. وقتی ما یه برنامه جایگزینی داریم یعنی میگیم آینده ایران چگونه است. باید برای برنامه جایگزینی حداقل به اندازه براندازی اهمیت باید باشیم. و متاسفانه اکثریت با کسانی که فقط در دنبال براندازی هستن، حتی میگن حالا بریم بعداً اونجا انتخاب میکنیم. و اما اندیشکده در پاسخ به پرسشتون، هدف اندیشکده برای جایگزینی اینه که ما میخوایم رهایی مردم و نجات ایران به وجود بیاد با این برنامه جایگزینی. وقتی میگیم رهایی مردم و نجات ایران، داریم دو بخش جداگانه رو صحبت میکنیم که همدیگر رو تکمیل میکنن. حالا میخوام یه نگاهی به اون بکنیم. قسمت نخستش هست رهایی مردم. اینجا رهایی مردم یعنی چی؟ یعنی رهایی از ولایت فقیه که سرپرستی میکنه، رهایی از قیم داشتن یعنی آقا بالا سری، رهایی از ناتوانی کمدانی از خرافات مذهبی و در نهایت رهایی از نابرابری و بی‌عدالتی. اینا شعار نیست. رهایی از نابرابری و بی‌عدالتی یعنی رهایی از بیکاری مزمن و گسترده، دستمزد ناچیز کارگران و زحمتکشان و طبقه متوسطی که از هیچ امنیتی برخوردار نیست. رهایی از آموزش و پرورش نابرابر، یک بعدی و مدار بسته، از عدم وجود بهداشت عمومی سراسری و یکسان. رهایی از تمرکز سرمایه و کار در تهران و شهرهای بزرگ و عدم وجود فرصت‌های برابر برای همه در سراسر کشور. این بخش نخستش. بخش دوم بود نجات ایران. نجات ایران در برپایی یک سیستم مردم سالار ایرانی است. من وقتی اینو پیش میکشم از من میپرسن مردم سالار ایرانی چیست و چه فرقی داره با مردم سالار. این دوتا سیستم یعنی مردم سالار و مردم سالار ایرانی، اون باور مشترکشون اینه که امروز خردگرایی و پذیرش ارزش و اعتبار انسان حکم می‌کند که همه چیز برای باید برای زندگی و در خدمت انسان باشد. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش و آرامش و پیشرفت انسان باشد. حالا این یک کمی باز می‌کنیم و اون که زندگی انسانی به قول خلیل مرکی یعنی هم نان هم آزادی. و اما نان آزادی یعنی رفاه
و آسایش، امنیت عمومی، عدالت اجتماعی و قانونمندی از طریق فرصت‌های برابر اقتصادی، سیستم مالی هدفمند و دولت مردم سالار. با پیاده کردن برنامه جایگزینی یعنی در ایران فردا، طبقه زحمتکش آنقدر توانمند میشه که بتونه زندگی خانوادهش رو به آسونی تأمین کنه. طبقه متوسط باید با داشتن فرصت‌های برابر و کار و کوشش خودش، کارایی خودش، قادر باشه به طبقه مرفه دستیابی پیدا کنه. و اما ببینیم این سیستم مردم سالار ایرانی چیست و چگونه است. سیستم مردم سالار ایرانی سیستمیه که در با فرهنگ و اندیشه ایرانی رابطه مستقیم داره و با تجربه تاریخیمون همراه، یعنی وصل به گذشته است. سیستمیه که پاسخگوی خواسته های مردم و نیازهای جامعه است. میبینیم که سیستم های کمونیستی، سوسیالیستی، سرمایه‌داری، لیبرال، محافظه‌کار، حتی دستراستی در زمینی که با کاستی‌ها و چالش‌های روبرو بودن، برخی صفات مثبت و خصوصیات قابل استفاده هم داشتند. ما میتونیم و باید از صفات نیک و تجربیات دو قرن گذشته این سیستم‌ها در چارچوب اندیشه و مناسب با فرهنگ ایرانی بهره برداری کنیم. یک ضرب المثل، یک زبانزدی هست که میگه که نیاز نیست که چرخ رو دوباره اختراع کنیم. چرخ اختراع شده. باید از بهترین برنامه ها و ویژگی های مثبت بهره برداری کنیم. ضمن دوری از ادعاهای نادرست، ناتوانی ها و عوامل بازدارنده اون سیستم ها و ایدئولوژی ها. این اگر چنین کاری بکنیم شانس پیروزیمونو افزایش میده. بزنین یه دوتا مثال بزنیم که ببینیم منظورمون چیه. نگاه کنین به نروژ. نروژ دو تا از مسائل مهم میهنشو که در پیشرفت و یاری به مردم هست حل کنیم. یکیش از آموزش و پرورش، دومیش هست بهداشت و درمان. هر کسی که در نروژ به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره این دوتا در اختیارش، جز حقوق شهروندیش. چرا ما چنین نداشته باشیم؟ باید ببینیم چجوری اینو انجام دادن و ما هم از روش استفاده کنیم. نگاه کنیم به فنلاند. فنلاند نشون داده که بهترین سیستم آموزشی رو در دنیا در فنلاند پیاده کرده. چه اشکالی داره ما ببینیم این به چه نحوی بوده؟ چون در فنلاند شهروندها مسئول، پویا و اداره کننده زندگی خودشون، شهرشون و میهنشون هستن. چرا نباید ازش استفاده کرد؟ هدفمون اینه وقتی میگیم باید از بهترین چیزها استفاده کرد. سیستم مردم سالار ایرانی از تمام این مزایاها برخورداره. یعنی ما داریم از همه اینا بهره برداری کردیم. رابطه حکومت و ملت رابطه تکمیلیه نه تحمیلی، یعنی زور در کار نیست. رابطه دو طرفه است، یعنی منافع حکومت و ملت توی یک مسیر مشترک به یکدیگر رو کامل میکنه. خب ببینید در چنین حکومتی با چنین شرایطی مردم نه دنبال منافع شخصی هستن و نه تماشاچی، و درست برعکس اون چیزی که امروز ما در میهنمون داریم. و همونطور که میبینی ایران فردا نیاز به یک دگرگونی اساسی داره، نیاز به یک خانه تکونی و پاکسازی ساختاری در تمام شئون کشور، یک انقلاب فرهنگی و دگرگونی دید و اندیشه ما مردم داره. هممون با این زبانزد آشنا هستیم که میگن هر ملتی بر هر ملتی دولتی حکومت میکند که لایق آن است.
در آغاز هم اشاره کردیم به این که چنانچه نیاز به قیم و ارباب و چماق نداریم و حق انتخاب و زندگی انسانی برای من ارزشمند است و چنانچه نه نیاز به امام امت داریم و نه به شاه شاهان و آینده و سرنوشتمون در دست خودمونه، باید بدونیم که آزادی و حیثیت انسان در گروه انتخاب و اراده اوست. چنانچه در ساختن آیندمون شرکت نکنیم، با انتخاب نکردنمون حقمون رو به دیگران واگذار کردیم. آینده رو دیگران برای ما تعیین میکنن و میسازن. آینده رو باید ساخت. هر نسلی در ساختن آیندهش باید سهیم باشه. یعنی به جای بت‌سازی، اینایی که سینه میزنن دنبال اشخاص، آینده سازی، به جای قهرمان پروری باید گرد بهترین و کاری ترین برنامه برای جایگزینی جمع بشیم و آیندهمون رو خودمون تعیین کنیم و کشورمون رو خودمون بسازیم. سپاسگزارم. من ممنونم از شما، چون با شما قرار گذاشتم که همون اول برنامه به اصطلاح به سوالات مطرح شده یا قرار مطرح بشه من نگم که قبول ندارم یا اشکال دارم. من الان اشکالاتی رو که من به نظرم میرسه یا سوالاتی که برام درست شد میگم، ضمن این که به خاطر احترام به بینندگان اجازه بدید که آقای خوشنودی از کانادا، کالیفرنیا ببخشید، میگه که آقای لادن باید یک روز با آقای مینویی در یک برنامه تشریف داشته باشن، چون آقای مینویی دقیقاً برعکس آقای لادن حرف میزنه. آقای اکبری از آلمان میگن مشکل ما نداشتن آلترناتیو است و تا این خلأ پر نشود آب از آب تکان نمیخورد. من با آقای اکبری 1000% موافقم. و آقای لطیف زمانی که وکیل هستن از انگلستان میگن چطوری با چه سیستمی؟ ایشون اضافه میکنه که اینجا ایرانه و ما ایرانی هستیم، نروژی نیستیم. حالا سوال من از شما این هست. اولا شما توی صحبتاتون میگید که اکثریت خواهان براندازی هستن. تا اینجا من حرفی نمیزنم چون من آماری ندارم، قبول میکنم که اینجوریه، ولی یه جا شما کلمه همه را آوردید. آقای لادن، فقط به تعداد پاسدارا، بسیجیا، به تعداد اونهایی که کورکورانه به علت اینی که اینها حرفی از خدا و پیر و پیغمبر میزنن، به تعداد اینایی که میرن نماز جمعه، با وجودی که من میدونم اگر رژیم عوض بشه همونی که میره نماز جمعه، اگه سینماها 9 صبح باز بشه میره سینما و به نماز جمعه نمیره. ولی باز اگر سوالا زیاده بخوام من ساکت بشم، شما این چند تا رو بگید. اون موضوع آلترناتیو هست، اون موضوعی که فکر کنیم امشب اینا مردن، همه یک خوراکی خوردن، مثل اون رهبر چیز کی بود، یه لیمونید درست کرده بود داده بود همه خورده بودن مرده بودن، همه اینا مردن، فردا چه کسی؟ بعد شما یه نکته ای رو گفتید که من مدتها قبل یک کسی آمده بود و میگفت جمهوری ایرانی. من گفتم تا حالا جمهوری دموکرات، جمهوری فدرال، جمهوری سوسیالیست اینا شنیده بودیم، ولی جمهوری ایرانی، اونم کشوری که تا امروز تنها جمهوری رو که امتحان کرده این جمهوری پلید آخوندا بوده، منظور شما از مردم سالاری ایرانی یعنی چی؟ مگه ما در زمانی مردم سالار بودیم؟ حالا ممکنه شما فکر کنید من اینو دارم بر اساس برنامه امروز میگم، ولی براتون میفرستم نامه ای رو که دیروز برای آقای کوروش زعیم فرستادم و میگم آقای کوروش زعیم، شما چرا میان به مردم میگید که کوروش ما از شما عذر میخواهیم، ما چنین کردیم، ما چنان کردیم؟ آقا مردم ایران در کدام زمانی میتونستن کاری انجام بدن؟ مردم ایران یا تو سریخور شاه‌ها و امپراتورها بودن، حالا هم که تو سریخور آخوندها هستن. و اگر کسی بتونه کار کنه، اول میخواد خودش رو سیر کنه،
اول میخواد خانواده خودش رو تأمین کنه، بعد برسه به این که حالا حکومت رو سرنگون کنه و جایگزین کنه. جایگزین میرسیم به همون آلترناتیو. من ساکت میشم، شما لطف کنید پاسخ این دوستان رو بدید که آلترناتیو کیست یا چیست. بعد ما نروژی نیستیم، شما مثالایی که زدید از نروژ بوده، اینا رو یه مقدار برای ما بیشتر باز کنید. بفرمایید. البته همینطوری که خودتون اشاره کردین در حدود 14-15 تا مطلب و پرسش و اینا من تا شما میرسی به آخر اون اولی ها رو همه یادم میرسی، اونم علت شما نیست، علتش پیری من. ولی به هر حال یکی از مطالبی که به انگوش روش گذاشتیم اینه که مردم ما همیشه تو سری خور بودن، چه زمان دیکتاتوری شاه ها و چه زمان آخونده. خب مردم تو سری خور، اولین چیزی که ما رو تو سری خور میکنه ناآگاهی و کمدانی مونه. به هرچی که بیشتر بدونیم به حق خوب خودمون آگاه بشیم اون تو سری خوری میاد پایین. ولی در مورد مردم سالار ایرانی، اول به این نگاه کنیم که شما تصورتون اینه که گفتین که ما مگه مردم سالاری داشتیم که حالا مردم سالار ایرانی داشته باشیم. شما نگاه کنین به انقلاب کبیر روسیه، تا زمانی که انقلاب شد خب اونا هم کمونیستی نداشتن، یک مرامی رو به وجود آوردن یه ده و اینا اومدن دور اون مرام یک حرکتی کردن. ما هم داریم راجع به مرام صحبت میکنیم، داریم میگیم یک مرامی هست به اسم مردم سالار ایرانی و من فکر کردم که اونو یه چارچوبایشو براتون گفتم، ولی میتونم دقیقا در مورد شفته بکنم. من خیلی خلاصه نگاه کنین، گفتم که یک سری ایدئولوژی ها، یک سری باورها بوده، مثل کمونیست، سوسیالیست، سرمایه‌داری، لیبرال، هر کدوم اینا یک مزایایی پانهای مثبت و صفاتی داشتن که میشه از اونها بهره برداری کرد و اون چیزهایی که نادرست بوده و به نتیجه نرسه میشه اونها حذف کرد. بعد در چارچوب اون چیزهایی که در میهن ما مخصوص ما وجود داره، یعنی در فرهنگ ماست، میشه یک سیستمی پیاده کرد که هم خواسته های مردم و هم نیازهای جامعه رو، ولی با این چیزهایی که امکان خودشو پس داره. وقتی میگیم در نروژ اومدن آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رو پیاده کردن، این دلیل نیست که در یه جرگه نمیشه پیاده کرد. بعد دید که به چه نحوی، در چه چارچوبی، با چه چیزهایی که در دست داشتن، عربهایی که در دست داشتن این کاری کردن و میشه اینو تکرار کرد. و همینجور که شما یک ماشینی رو میتونین در یه جا بسازین و بریم یه جا دیگه اونو دوباره سازی کنین، یعنی میشه دید و از روی مسائل یک چیزی رو قدیتر و بهتر و بدون اون کمبودها به وجود آورد. و اما وقتی اشاره میشه به آلترناتیو، خب مسلماً ما فقط وقتی درباره آلترناتیو صحبت کنیم معمولاً یک هدف دیگری هم داریم و اون اینه که دنبال یک شخصیت میگردیم، میگیم که خب چی میخواد بیاد جاشون بشین. همینجوری هم که قبلا هم نمیدونستیم کی میخواد بیاد جاشون بشینه. من منظورم این نیست که خمینی در آخر گل کرد و شد به اصطلاح سمبل مخالفت، ولی اگر نگاه کنین مثلا این کسانی که بعدا اومدن اصلا کسی نمیشناخت، بعد همه یکی یکی اومدن جانشین شدن. یعنی اگر ما آلترناتیو در یک شخص شناخته شده بدونیم، یعنی چی؟ یعنی همان خودسازی، یعنی هم بخواهم بریم یه مزر بخواهم مثل این مونه که آدم استفراغ کرده آدم میخواد بره بخوره سلطنت رو دوباره سازی کنه. نه، ایران و ایرانی توانایی و شعور اینه داره که یک سیستمی به وجود بیاره که به جای جمع شدن دور یک شخص، دور یک برنامه و دور یک سیستم جمع بشیم و بعد با هم، حالا اونایی که توانایی دارن و اونایی که میتونن با این سیستم
همراه باشن دارن اینو پروموت کنن، زیاده کنن. یه پروسه است. بسیار ممنونم. آقای سلیمانی میگن آقای لادن، ماشین ساختن با دموکراسی و طرز تفکر جوامع فرق میکنه، که همینجا خب ما میبینیم خیلی ماشینا رو یک کشوری میسازه، یک کشور دیگه وقتی میخواد کپی کنه هیچ وقت مثل اون اصلی نمیشه، یا رپلیکاها مثل اون اصلی نمیشه. ناگفته نماند که بعضی وقتا یک کسایی هم میسازن از اون اصلی بهتر، چون اصلی رو آوردن، اشکالاشو دیدن، مشکلاتشو دیدن، الان اینا دیگه مجبور نیستن درست همون مشکلات رو کپی کنن، میان درستش میکنن. ولی باز برمیگردیم به این که این دموکراسی یا مردم سالاری ایرانی حالا چه عیبی داره که وقتی شما مثلا نروژ رو تعریف میکنید و میگید خوبه، خب بگیم یه مردم سالاری مثل نروژ، یه حکومت مثل نروژ. و باز میگم من اون مردم سالاری ایرانی، اونم برای کسی، البته شما گفتید خب انقلاب روسیه هم نداشتن فقط از روی این کتابا و منیفستا، ولی خب دیدید 70 سال بیشتر دوام نیورد. بعد بازدهش هم الان چی بود؟ روسیه ای که کمونیست بودن، اتفاق من امروز ساعت 4 بعد از ظهر با خانم مینا عهدی بنیانگذار کمیته بین‌المللی و به اصطلاح یکی از سخنگویان حزب کمونیست کارگری صحبت میکنم و همین سوال از ایشون میخوام بپرسم. آخه وقتی ما یه چیزی رو تبلیغ میکنیم یا نمونه نشون میدیم، میگیم من میخوام یه سری آپارتمان درست کنم مثل مثلا این کجا بود که نیکسون گندش، واترگیت، دیگه مردم میدونن، یا یه ماکتی میسازم نشون میدم، ما اونو نداریم ولی حرفای درست و منطقی و خوب زیاد داریم. من فکر میکنم مشکل ما اینجاست. مثلا آقای کوروش زعیم تو ایران افتخارش اینه که 13 سال پیش جنبش پاسارگاد رو راه انداخته. خب رفتید آقا 13 سال چی کار کردید؟ امسال رسیدید به یه جایی که میگید هیچ که نتونست بره، یک جوانی ریسک کرد روی زندگیش، رفت یه گلی گذاشت روی قبر کوروش و آمد. ما باید چی کار کنیم؟ ما باید دست بزنیم برای آقای کوروش زعیم؟ جبهه ملی ایران اسمش رو شما نگاه کنید چقدر قشنگه، چقدر بزرگه. جبهه ملی ایران یعنی از همه گروه ها میتونن اونجا باشن. ازشون سوال میکنیم برنامه‌تون برای فردا چیه؟ همه ساکت. در صورت ممنونم از شما. باز آقای اکبری میگه جناب لادن، ما کارمان بت‌سازی است. یک پادشاه را خدایگان میکنیم، یک روزخان را به مقام امامت میرسانیم. تاریخ بت‌ساز بودن ما را ثابت کرده. نظرتون در این مورد چیه؟ من کاملا موافقم که ما عدم آگاهی ما، من بهش میگم کمدانی، چون نمیخوام به کسی توهین بشه بگم نادان، ولی کمدانی ما و اون تصور توهم همه چیزدانی ما که ما چاد از رنگیم و چه همه چی رو میدونیم، اون باعث شده که اون ضعف شخصیت، اون عمق نداشتن اطلاعات و آگاهی، بیگانه بودن با تاریخ، باعث شده که ماها بت‌ساز و بت‌پرست میشیم و بسیار دهندین، زود باور، این بری میشیم اون بری میشیم. برای اینکه همون حزب باد مختص کسانی که خودشون هیچ ایده و باوری ندارن و خیلی مثل کاملا مثل یه درختی که ریشه نداره به آسونی این بر اون بر میشه. من معتقدم که ما بت‌ساز و بت‌پرستیم. برای همینه که الان یک عده‌ای درباره رضا شاه روحت‌شاد یا درباره رضا پهلوی دارن سینه میزنن و واقعا گمراه و نادانن. برای اینکه چندین بار در این مورد گفتگو کردیم، دارن برای کسی سینه میزنن که نوکر عامل انگلیس بود، گذاشته بودن سر کار و یک حربه هایی بهش داده بودن، یک پرتاکان هایی براش میکردن که نشون بدن یک سرباز میهن پرسته
که بیاد خواسته های انگلیس رو در ایران پیاده کنه. که دو تا خواسته اصلی داشتن. تحت الحمایه کردن ایران، یعنی کنترل قدرت و ثروت، و تغییر و تمدید قرارداد نفت که اونم انجام دادن به نام لایحه 1933. و اینا رو با هم گفتگو کردیم. من کاملا همراه هستم با این صحبت که ما بت‌ساز و بت‌پرستیم. ولی خب دلیل نشد برای عوض بت‌ساز و بت‌پرست باشید. باید آگاه بشید. بسیار ممنونم از شما آقای لطیف زمانی. اگر فارگلیش یا فینگلیش رو ننویسی یا انگلیسی بنویسی یا فارسی، من سریع میخونم و از آقای لادن میپرسم. ولی الان هرچی فکر میکنم این جمله‌ای که شما نوشتین من نمیفهمم. آی کی ملت باید بایدار، اینجوری اصلا نمیفهمم، مثل یه زبان دیگه‌ای اختراع شده. اون چه از صحبتای شما به من منتقل شده، این مشکل بزرگ کمدانی و اینکه فکر میکنیم همه چیز رو میدونیم و در همه کاری صلاحیت داریم که دخالت کنیم. درست میگم؟ نه. شما نگاه کنید که دعای شما خودت یه بار به من گفتی که چرا رفتی دکتر، برو مهمونی ایرانی بهت نسخه میدن، همونجا دارو هم بهت میدن. خب این واقعا یه چیز اسفناکیه. ما واقعا توهم اینه داریم که همه چی رو میدونیم. آخه چطور میشه که ما اینقدر همه چیزدان و زرنگیم ولی تمام عمرمون به ما حکومت کردن، به ما سروری کردن، ما در مقابل سلطنت که اونا ارباب بودن ما رعیت بودیم، بنده بودیم و هیچ حقوقی نداشتیم و اینا همش داستان و شعاره. و امروز هم که امتیم، یعنی باور حکومت جمهوری اسلامی اینه که مردم شعور و توانایی تشخیص بد از خوب رو ندارن و نیاز به جامعه روحانیت داره. خب این من نمیدونم اینا رو اگر ما نپذیریم، یعنی من همیشه اشکال دارم با کسانی که میگن چرا همش درباره تاریخ صحبت میکنی. و این ندونی تاریخ چیه، حالا بگذاریم از اون شعارهایی که میگن اشتباهات رو تکرار میکنی، من میگم اگه ندونی واقعا نادانی. برای اینکه همه چیز در اونجا شروع شده. شما نگاه کنین که امروزشم به یکی از نوشته های 10 سال پیش نگاه می کردم که درباره جامعه روحانیت نوشته بودم، که شما نگاه می کنی به این آقای محمد باقر مجلسی توی ایران زمان صفویه که رتبه دوم مملکت رو بعد از شاه داره، یک آدم کلاش بی سواد نادان میاد خودشو به پادشاه نزدیک میکنه و پادشاه برای اینکه مشروعیت خدایی داشته باشه به این نزدیک میکنه و دوتاییش یک ملتی رو به صورت گوسفند میپرورونن و همه چی رو میچاپن. و الان این جزه بهش میگن نم علامه و یک پایگاه و دستگاهی برای خودش در مقامی داره در پیش آخونده. اینا دلیل نادانی و ناتوانی و بت‌سازی و بت‌پرستی ماست. و چیزی که برای من جالب بود، یک آقای یحیی دولت‌آبادی توی 5 جلد کتاب نوشته راجع به تاریخ و زندگی اون زمان، زمان قاجار، و یکی از چیزایی که نوشته برای من خیلی جالبه. میگه که در اصفهان، میگه من با پدرم از نجف رفتیم اصفهان و چه تجلیلی از پدر من کردن، من اینکه ملایی بودم اینا، و من دیدم که ملت اصفهان، من بعد از این مدتی اونجا زندگی کردم، میگه ملت اصفهان بسیار ملا پرست، ملا دوست. بعد خودش 10 بار تو جاهای دیگه تکرار میکنه که این ملاها چقدر نادان و بیشعور. من نمیدونم چجوری باید اینو تشخیص بدیم که ما همه چیزدانیمون دلیل کمدانیمونه. انقدر که فکر میکنیم زرنگ نیستی، اگر نه یک نوکر بیگانه به ما حکومت نمیکرد، یک آخوند بی سواد، عقب افتاده ترین قشر جامعه که ما بهش میگیم عالم به ما حکومت نمیکرد. نقش خودمونو قبول نداریم، نمیپذیریم. من از شما ممنونم. یه بار دیگه این صفحه
مردم تیوی رو به دوستان نشون دادم که از چند روز پیش عکس شما رو اونجا گذاشتیم. با کلیک کردن روی عکس شما، ویدیوهای شما که اندیشکده دوستان اونجا لطف میکنن میذارن روی یوتیوب، همش اونجا به ترتیب هست، میتونن به ترتیب روز، به ترتیب دیدار اینها ببینن. و اگر سوالی هم دارن، من هم فیسبوک شما رو نشون دادم که الان هم نشون میدم. فیسبوک شما خیلی ساده، امیر اچ لادن، و وبسایتتون هم که زیر تصویر شما نوشته شده بود، امیدوارم درست نوشته باشم، بله، اندیشکده بدون اچ دات نت، اندیشکده دات نت، میتونن با شما در تماس باشن. خیلی ممنون آقای لادن که با ما بودید، امیدوارم جمعه آینده هم باز شما رو داشته باشیم. حالا اگر یه بحثی، صحبتی، چیزی هم پیش آمد که شما ضرورت به اصطلاح دیدید که صحبت کنید، دریغ نکنید تماس بگیرید، حتما با هم چند دقیقه ای صحبت میکنم. خیلی ممنون، آخر هفته خوبی داشته باشید. همینطور، مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم و گفته های ایشون، نوشته های ایشون موجود هست، میتونید خودتون به اصطلاح دستیابی پیدا کنید. کتابی هم هست اینجا، خدا سالاری و درماندگی، که ایشون لطف کردن چندین نسخه از این رو به تلویزیون مردم هدیه کردن. اگر مایل بودید میتونید اینجا تهیه کنید، یا میتونید از روی آمازون یا با تماس با خود آقای لادن این کتاب رو هم به اصطلاح تهیه کنید. خدا سالاری و درماندگی در 4 فصل یا در 4 کتاب نوشته شده، میتونید اون رو هم بخونید. و اما ماجرای این ترامپ و دولتش اینجا، که یک مش آدم از خود شارلاتان تر رو آورده سر کار، مثلا همین کسی که الان شده جایگزین دادستان کل کشور، این با یک حیله و تزویر خاصی آمده چند بار در CNN و این ور اون ور برنامه گذاشته و میدونسته که ترامپ CNN رو تماشا میکنه، و چون چیزایی که گفته حکایت از این میکنه که این اگه بیاد سر کار بازرسی مخصوص رو قطع میکنه و اینها، ترامپ اینو انتخاب کرده که الان به شدت میگن اصلا این صلاحیت، حتی به اصطلاح اینا که دپیتی هستن یا موقت هستن، مسئول موقت رو نداره و باید بره، چون این طرف برای یه شرکتی جکوزی، این وانایی هست که ویرپول و حمام و آب گرم و اینها، این از اونها میفروخته، اونجا هم کلاهبرداری کردن، 26 میلیون دلار شرکت سو شده. حالا شما ببینید، مملکت آمریکا، رئیس جمهورش کسیه که استیک و گوشت و دانشگاه قلابی و اینها درست کرد، شده رئیس جمهور. دادستانش کسیه که جکوزی فروخته، شده این. دامادش کسیه که الان مشاورشه، کسیه که آپارتمان ها رو خریده، پول مردم رو نداده، آپارتمان هم ضرر کرده، ورشکسته اقتصادی، اونم شده چیز. حالا این مملکت رو آبه، که این کشتی بره یه جایی به صخره بخوره و اینها، اون رو هم باید صبر کرد و دید. آقای امین، دوست خوبمون که مدت ازش بیخبر بودیم، هم پیغام گذاشته هم اینجا نوشته. متاسفانه من الان دیدم، ای کاش قبلا دیده بودم که میگفتم آقای لادن به این پاسخ میداد، ولی من این رو برای آقای لادن میفرستم. جناب سوربی، من بیشتر عمرم ایران بودم، همین تابستون هم رفتم، نمیگم همه، ولی بیشتر مردم طوری گرفتار نیازهای اولیه هستند که صبح تا شب واسه یه لقمه نون کار میکنن، شب خسته کوفته میرسن خونه. کسی که گرسنه هست اصلا وقتی نداره که به سرنگونی فکر کنه، چه برسه به این که وارد حکومت بشه. این حکومت هم، منظورش حکومت آخونداست، از بیکاری که ایجاد شده استفاده کرده و خیلی از بیکارها رو با حقوق نسبتا خوب جذب نیروهای امنیتی کرده. این همون صحبتی که من میکنم و میگم خیلی از دوستان توجه ندارم، اینا حکومت وظیفه نیستن. ارتش شاه 70% درصدش وظیفه بود، و روزی که خمینی و دیگران گفتن
اسلحه ها رو بردارین و در برین، یه عده در رفتن ولی اینا در نمیرن، مخصوصا وقتی که احمقهای خارج نشستن همه مثل آقای لادن با منطق نیستن اینجوری صحبت کنن. خیلی هاشون میگن میایم میزنیم میکشیم زناتون رو غنیمت میگیریم تجاوز میکنیم، طرف میگه خب من تا تیر آخر شلیک میکنم، تازه اصله هم که خالی شد مثل چماق از استفاده میکنم میزنم بهتون، اگه قرار شما منو بکشین اول من شما رو میکشم. مشکل اینجاست. ببینید چقدر قشنگ نوشته، این حکومت از بیکاری که ایجاد شده استفاده کرده و خیلی از بیکارها رو با حقوق نسبتا خوب جذب نیروهای امنیتی کرده. آمار دقیقی ندارم ولی تعدادشون میلیونی هست. خب میلیونی اینا معمولا خانواده کم سواد پر جمعیت هست. شما دیدی دکتر وکیله به زور یه بچه گیرش میاد بعدم میگیم دیگه بسم، ولی اون بی سواد فعله عمله کارگر میگه خب این بچه میشه عصای دستم برای فردای بیکاری، یا میبرمش با خودم سر کار. 8 تا 9 تا بچه داره، بعدم میگه هر هم کس که دندان دهد نان دهد، روزی رو خدا میده الی آخر. در هر صورت میگه آمار دقیق ندارم، در صورت اینا رفتنی نیستن چون زرنگتر از شیطان هستن. سال هاست که من به این باور دارم و معتقدم. یه پیامی هم گذاشتن یا 2 تا پیام، بذارید ببینیم که پیامشون چی میگه. ساعت 3:01 و نه بفرمایید. خسته نباشی جناب سوروی، امین هستم از کالیفرنیا. یاد میگیرم در مورد این تیراندازی چند تا نکته جالب، حالا جالب نه چند تا نکته بگم در موردش که این آقا 28 ساله بوده و ایشون از سال 2008 تا سال 2013 در ارتش خدمت کرده، سفری هم به افغانستان داشته و ماموریتش هم در واقع به عنوان سرباز مشین گانر در واقع کسی که پشت این تیربارها هستن بوده. در ماه جولای اونطور که من متوجه شدم و توی خبر اینجا اعلام کردن که در ماه جولای یک سری مشکلاتی رو در منطقه نیوبری پارک که تقریبا نزدیک به همون ساوزن اوکس که کالیفرنیا این اتفاق افتاده مشکلاتی رو بله. امین جان خیلی ممنونم، چون من روی یکم میخوام برنامه رو زودتر تموم کنم که بعد دوباره با خانم مینا احدی برنامه دارم از ساعت 4 بعد از ظهر. اینو بله شما درست میگید، ایشون چندین سال بوده، ناگفته نماند همه کس نمیتونن مارین بشن. مارین نیروهای مخصوصی هستن که خیلی دوره آموزشی سختی رو میبینن، باید از لحاظ بدنی از لحاظ فکری و اینها، ولی اون کسی که میشینه پشت رگبار میبنده همه رو به رگبار، بعد نتیجهش این میشه. و اگه فکر کنید که هر کدوم از این سربازایی که رفتن 1 نفر 10 نفر رو کشتن، بعد که برمیگردن تو آمریکا اینجوری میزنن 10-12 نفر رو میکشن، میرسیم به اون نتیجه‌ای که آقا ما وزارت جنگ نداریم، نمیخوان، ما وزارت دفاع میخوان، نشستیم اینجا از خونمون دفاع میکنیم. شالاتنی که میاد یه مشتی فقیر و بیچاره و زن و بچه رو 1000 کیلومتری اینجا داره میاد به اینها میگه اینویدور، یعنی کسایی که اومدن اینجا رو تسخیر کردن. و اون خبرنگار CNN بهش میگه آقا اینا 800 مایلی اینجا هستن، 1200 کیلومتر با اینجا فاصله داره و اینا اینویدر نیستن، اینا دارن میان که قانونا پرونده هاشون رو بدن، اگه نمیخواستن قانونی باشه که اینقدر سر صدا راه نمینداختن، به صورت کاروان نمیمدن، شب میمدن از در نمیمدن، در و دروازه نمیمدن، میرفتن از جاهایی که شما مرزاتون بازه میمدن. در هر صورت دنیا توی شرایط بدی قرار گرفته. ممنون و متشکرم. آقای لطیف زمانی میگه We are lazy nation, we are waiting for someone else to come and do the job. خب این وی کیا هستن؟
کلمه ما یعنی من و تو، من و شما میشیم ما. آقای کاووسی وقتی میاد میگه ایرانی ها، من دیگه مجبورش کردم، اونم میگه منم مثل شما هستم. این خیلی خوبه که شما میگی وی نمیگی یو، یعنی شما ایرانی ها، خودتو جدا نمیکنی، چون تا جدا کنی من میگم خب اگه ایرانی نیستی شما چه برنامه رو نگاه میکنی، برو دنبال کارت. ولی وقتی میگی می وی یعنی من و شما، ما قبول داری که یه مشکلی داریم. خب این اشکال رو کی باید رفع کنه؟ یه نفر آمده یه فکر کرده که خانم زنوسیه، میگه من شما $10 به فامیلت کمک کن، میگه $10 برو به سگ گربه کمک کن تو ایران، $10 به آفریقا کمک کن. این میخواد یه نیروی جدیدی رو تو ما که خوابیده و حکومت های دیکتاتوری نمیذارن این بیدار کنه که آقا ما نباید منتظر دیگران باشیم. شما اگه از اون $10 شروع کنید، بعد اینجوری میشه که آخوندم تو سرمون نمیتونه بزنه، پادشاه هم تو سرمون نمیتونه بزنه، کوروش هم تو سرمون نمیتونه بزنه، خدا هم تو سرمون نمیتونه بزنه. پس میرسیم از $10 به اینکه تو سر خود نباشیم. براتون اینقدر چیزا گذاشتم ولی واقعا وقت ندارم و نمیخوام. برنامه اولی هست که با دوستان از حزب کارگری هست، از حزب کارگران کمونیست، نمیخوام که چیز باشم. خیلی ممنون. بله ایشون هم نوشته من و شما. نرخ خودکشی در بین کهنه سربازان آمریکا خیلی بالاست، چون همه افسرده از کشتار بیگناهان در افغانستان، عراق و غیره هستند. سربازانی هستند که گفتن وارد خانه هایی در افغانستان و عراق شده و زن و بچه بیگناه را کشتن و هرگز این سربازان که برعکس سران خود وجدان دارند نرمال نمی شود. بله شما وقتی اسلحه رو میدید دست یه بچه 20 ساله 22 ساله و اینجا یادش دادن داد بزن، با لگد بزن، درو بشکن، میره اونجا، این هر کی بلند میشه جلوش این فکر کنه دشمنه، فکر کنه میخواد منفجرش کنه، تق 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 میبنده به رگبار، میشه همون جوکی که اول میبرن، اول میکشن، بعدن میشمارن. بعد که اینا میان میخوابن، اون موقع هی شب میاد سراغش که اون بچه‌ای که کشته شده صورتش پاشیده شده با یک تیر که میزنی مثلا گوشت ظریف، و اون وقت اینا عذاب روحی پیدا میکنن. از همه اونها بدتر برمیگردن اینجا، میبینه کارشو از دست داده، اگه کار میکرده، زنشو از دست داده، نه احترامی تو جامعه داره. ممنون و متشکرم که شما هم پا به پای ما اینجا هستید. Thank you. Yes, I agree with you. We have to do something individual. خیلی ممنون. حالا ممکنه اون something که شما، اون چیزی که شما میخوای انجام بدی با این کاری که خانم زنوسی میخواد انجام بده نباشه. دوستی داشتیم کوروش وحدانی، خودش و خانمش، یکیش دکتر یکیش PhD، میرفتن اینجا سوپ میدادن به مردم. شما اون کارو بکن. تو انگلستان هستی، احتمالاً اونجا هم گشنه داریم، اونجا هم هوملس داریم، ولی اگر یه وقت فکر ایران کردی، از ایران هستی، اونجا وطنت هست، کسی رو نداری که بهش اطمینان کنی، ما خانم زنوسی رو پیشنهاد کردیم، چون دیدیم 20 سال من ایشونو میشناسم. با همینجوری که من راجع به آقای احمد علی مسعود انصاری میگم آقا تویی که فوش میدی، من 20 سال این میشناسم، دروغ نگفته. ولی 20 سال رضا پهلوی، چرا 20 سال 40 سال رضا پهلوی میشناسیم به غیر از دروغ چیزی نگفته. رضا پهلوی. در هر صورت روز روزگار به شما خوش. 12 دقیقه دیگه یا 14 دقیقه دیگه با خانم مینا احدی از آلمان خواهیم بود. خانم مینا احدی بنیانگذار کمیته بین‌المللی علیه اعدام، کمپین علیه سنگسار، اکس مسلم، که در این به اصطلاح موارد با ایشون صحبت میکنه. شما هم اگه سوالی دارید میتونید از طریق فیسبوک بفرستید. فیسبوک به نظر میرسه که خیلی ریل تایم ها همون موقع میتونیم بگیریم. هی دیگه من نمیخواد باز کنم برم تو ایمیل، باز کنم پیامو گوش کنم، تا مینویسید شما اینجوری پاپ اپ. بله مثل ذرت پاپ کورن. ممنونم از آقای امین عزیز. پیاماتو باید یه کمی سریعتر با سرعت قرن 21 برای ما بگی. و بله شما که مخصوصا میرید ایران و میان یه مقداری صحبت کرده، من خودم اینجا وقتی میرم اروپا یا میرم شهرهای یکم دورتر از اینجا میگم چرا اینا اینقدر یواش کار میکنن؟ شاید اونا درست زندگی میکنن و ما خیلی داریم تند زندگی میکنیم، مثل اینکه عجله داریم زودتر به آخر زندگی برسیم.
در اصل نمیدونم کدوم سرعت نرماله، ولی برای صحبت کردن مخصوصا وقتی خودتون نیستید که دیده بشین، پیام اگر یکم سریعتر باشه بهتر است. ممنونم که با ما بودید. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه رو پی میگیریم، تا چند دقیقه دیگه با خانم مینا احدی خواهیم بود. مرسی.